شاگردان عزیز سلام علیکم، انشاءالله همتون جور صحت بند باشین و در کنار فامیلتان روزهای خوش را سپری بکنین و از این مرض مهلک کرونا همه شما در امان باشین. به همه آرزومندی باز هم درس خود امروز ما شما مضمون کیمیای صفحه هفتم درس خود آغاز میکنیم. البته مخالم استاد عالی عزیزی تا آخر جلسه امروز همراه شما هستم و درس خود کرده خیلی چی میکنیم؟ به همکاری شما شاگردای عزیز درس خود امروز پیش میبریم. خدا خدا شما شاگردای نازنین تا آخر جلسه با ما باشین و درس را بسیار دقت کامل گوش کنین و طبعا نمرات باید قلم کتاب کتابچه همتون پیشتان باشه. نکات مهم و اساسی را که بر شما یادآوری میکنم اون را باید شما در کتابچه چی بکنین؟ یادداشت بکنین. به همه آرزومندی درس خود امروز آغاز میکنیم. البته موضوع درس امروز ما شما تاثیر حرارت بالای صورت تعامل کیمیایی است، صفحه 30 کتاب درس 19 و هدف ما است که شما شاگردای عزیز با صورت تعاملات کیمیایی و با عواملی که بالای انمی صورت تعاملات کیمیایی تاثیر خاص خود داره از جمله حرارت است باید آشنایی پیدا بکنین و تا آخر انمی جلسه تا آخر انمی ویدیویی که ما شما مشترکاً کار میکنیم باید شما بفهمید که خود حرارت بالای صورت تعاملات کیمیایی چی تاثیر خود داره. درست شاگردای عزیز و ما شما در درس‌های قبلی خودم یادآوری کرده بودیم که در حل شدن مواد، یعنی یک مقدار معین مواد و زمانی که در 100 میلی لیتر آب حل میشه یا در یک مقدار معین محل زمانی که یک مقدار مواد حل میشه، طبعا خواص فیزیکی ماده هم تاثیر خود داره، حرارت هم تاثیر خود داره، بعضی از عوامل دیگه مثل فشار است و کاتالیست است یا هم تاثیرات خاص خود داره. از جمله در درس گذشته وقتی ما شما کار کرده بودیم گفتیم که حالت فیزیکی ماده در حل شدن مواد چی است؟ تاثیر خاص خود داره، یعنی هر قدر که اگر مواد ما شما به شکل کریستال های بزرگ نباشه، یعنی مواد ما شما خرد و کوچک باشه، به شکل پودر باشه، چون سطح تماس این مواد با خود محلل به حساب بیشتر می باشه، هر قدر که سطح تماس ذرات کوچک یا این مواد که به شکل پودر از کوچکتر به امرای خود محلل سطح تماس بیشتر باشه، به همون اندازه قابلیت انحلال بیشتر هم داشته باشه، یعنی بازوترین فرصت در خود محلل چی میشه؟ حل میشه. یعنی خواص فیزیکی مواد هم در قابلیت انحلال مواد یا در حل شدن خود مواد در محلل تاثیر خاص خود داره. که باز ما شما یک تجربه هم روز بیشتر کار کردیم، خدا کنه به یاد شما باشه، از اون نتیجه گرفته باشین. اما موضوع درس امروز ما شما شاگردای عزیز قسمی که بهتون گفتم تاثیر حرارت از بالای صورت تعاملات کیمیایی. شاگردای عزیز طبعا حرارت بالای صورت تعاملات کیمیایی تاثیر خاص خود داره. ببین شاگردای عزیز، شما صبحانه چای میخواین، وقتی که صبح شما چای میخواین بوران مندد سرشک در بالاش چای میریزید، چای جوش داغ زمان کمی چای ریختن و در ظرف یک دقیقه مشور میدن حالا بوره در آب حل میشه. چرا؟ بخاطر که چای داغ است. نه، چای داغ است و حرارتش بیشتر است، بوره زود داخل از او چی میشه؟ حل میشه. اما اگر فرض مثال شما نم صبح چای بوره که میخورین یا بوره که در بین گلاس مندازین بالاش یک مقدار آب یخ سر نپرتید، یا فرض مثال چای کم سرد باشه بالا اضافه بکنید، هر قدر که بوره شور بوده چون حل میشه در خود چای یا در خود آب، مگر یک مدت زمان را این در بر میگیره. یعنی به این مفهوم است که هر قدر که درجه حرارت بیشتر باشه به همون اندازه سرعت تعامل سرعت حل شدن مواد در خود محلل هم بیشتر است. یعنی خود اینمی زیاد درجه حرارت سرعت تعامل چی میسازه؟ بیشتر میسازه. یعنی ما شما میتونیم که با زیاد درجه حرارت اگر ما شما بخواید مواد زودتر حل بکنیم، با زیاد درجه حرارت کار خود بسیار عاجل پیش میبریم و مواد زود در خود محلل چی میشه؟ حل میشه. با می ارتباط شاگردک های عزیز بازم ما شما اینجا یک تجربه در نظر گرفتیم. شاگردک های عزیز که با استفاده از این تجربه ما شما این را به اثبات می رسانیم که خود حرارت بالای حل شده مواد تاثیر خود داره. یعنی اگر آب سرد باشه آیا موادش حل میشه یا نمیشه، اگر آب داغ باشه یا گرم باشه مواد چه قسم داخل از محلل حل میشه. و می ارتباط شاگرده عزیز تجربه ما شما در نظر میگیریم که در این تجربه اول ما شما مواد مورد ضرورت خود ذکر میکنیم که کدام مواد برای انجام از این تجربه ما شما باید پیش خود آماده داشته باشیم. مواد مورد ضرورت ما شما برای انجام از این تجربه شاگرده عزیز بیکر است، دو عدد بیکر است که دیکش آب سرد و دیکش هم آب داغ، منبع حرارت است، گوگرد است که برای روشن کردن منبع حرارت ما شما از چی میکنیم استفاده میکنیم،
ماده که باید حل شود. بوره است، یعنی ماده منحله ما چی است؟ بوره است. جلی ناسوز است و میله شوردهنده مواد است. شاگردکای عزیز، میله شوردهنده مواد است. یعنی این 6 قلم مواد مورد ضرورت ما شما است که باید ما شما در اختیار خود داشته باشیم شاگردای عزیز برای انجام از این تجربه. حالا شاگردای عزیز، ما شما چی میکنیم؟ مواد اینجا پیش خود آماده میسازیم، میاریم شاگردای عزیز اینجا. خب اول منبع حرارت است که اینجا شاگردای عزیز قرار میتم برتم پیشتم و آب بالاش میمانم که آب خوب چه داغ شود. و دیگه در یک بیکر دیگه ما شما یک مقدار از آب سرد انداختیم، تیار آماده بخاطر زیقی وقت. شاگردای عزیز، به یک مقدار از چی است؟ آب سرد است. و دیگه گفتیم شاگردای عزیز چی کار داشتیم؟ بوره. اینا ببینید این مواد مورد ضرورت ما چی است؟ بوره است شاگردای عزیز. و دیگه شاگردای عزیز میله شوردهنده کار داشتیم، یا میله شوردهنده است که از این ما شما چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. و به خاطر زیقی وقت شاگرد عزیز که گوگرد مجموع مواد مورد ضرورت ما شما است که میجه آورده ایم تا این منبع حرارت وقت پیش از پیش روشن کردیم، به خاطر که میخواییم که آب از این خوب چشه؟ داغ شود. و یه از آب داغ شاگرد عزیز یک مدت زمان ایره ما شما سر منبع حرارت میگذاریم تا خوب از رک داغ شود که بر ما شما سرعت تعامل، یعنی سرعت تعامل یعنی حل شدن بوره را در محلل که داغ است یعنی حرارت تولید میکنه و در محلل که با آب سرد است قابلیت انحلال چه بر ما شما چی میکنه این نشان میده. خب شاگردای عزیز، پیش از اینکه ما آب سرد داغ خو میمونه تا اینکه جوش شود و با استفاده از قاشق گیرنده مواد ما شما میخواد بوره در آب سرد نندازیم، میبینیم که چطور این حل میشه. این دهی میگیریم، یک چند قاشق مندازیم، خیر شاگرده عزیز، قاشق ما از چوچگک خورد است، حتما نخ میفهم شما در خانهتان از شما شاگرده خود زیادتر چای شیرین خوش داره دیگه، خدا میدونه قاشق های کلان کلان چند قاشق هم میگیدن گلاس مندازیم که با چای خوب شیرین شود. نگه ما تو نمیکنیم، اینجا از قاشقک های خورده استفاده میکنیم. میبینید در آب سرد ایره شور میتیم شاگرده عزیز، میبینید در قسمت پایین بیکر انمی ذرات بوره چرخک زدن میره خور مگر حل نمیشه به آسانی. میبینید شاگرده عزیز اگر مشاهده کرده، میبینید شاگرده عزیز اینه، میبینید یعنی هنوز هم حل نشده، یعنی در آب سرد بوره به آسانی حل نمیشه. اینه من شور دادم میرم تا که مکمل شد حل شد. بازم شاگرده عزیز انوزم یک قسمت بوره مانده انوزم حل نشده. خب این رو میبنیم به محالت خود شاگرده عزیز، میاییم در بیکره که داخلش آب داغ است، یعنی آبی که این رو ما شما حرارت دادیم و آب قسمت داغ شده دیگه، با استفاده از زقی وقت ما این پیش از پیش مانده بودیم یعنی داغ شده. شاگرده عزیز چی میکنیم؟ اینا در ای آب داغ ما شما یک چند قاشق بوره را چی میکنیم شاگرده عزیز؟ اضافه میکنیم. هدف ما شما قابلیت انحلال مواد در موجودیت حرارت، یعنی حرارت بالای حل شده مواد چی تأثیر خواهد داره؟ آن اینجا بر ما شما این به اثبات میرسن. اینجا چند قاشق مواد ما شما شاگرده عزیز مندازیم میبینیم؟ خب خیرم تو چی مندازیم؟ بیاد چی هست؟ این حال این در آب داغی را شاگردک های عزیز انداختیم، حال این را شور میتیم امرای میلی شور دهنده. خب شاگرد عزیز متوجه باشین، ببینین خب شاگرد عزیز من به حرارت خاموش بکنم که حال کار مخلص شد. این شور میتیم باشه در صدا میده. یه در شاگرده عزیز دیدین؟ میبینین که بوره در آب داغ به شکل مکمل شد حل شد، یعنی در مدت زمان بسیار کم، تقریبا اگر شاید یک دقیقه را در بر گرفته باشه، یعنی این خودش بر ما این میرسانه که حرارت در حل شدن مواد در یک تعامل کیمیاوی تاثیر خاص خود داره. اگر ما شما در حل شدن یک مواد
فرض مثال درجه حرارت در نظر بگیریم، یعنی با ازیاد درجه حرارت قابلیت انحلال مواد در یک محلول چی میشه؟ زیاد میشه. هر قدر درجه حرارت زیاد باشه، با همان اندازه حل شدن مواد سریعتر و زودتر صورت میگیره. پس به این اساس در آب سرد نسبت به آب گرم مواد خوبتر و بهتر حل نمیشه. پس با ازیاد درجه حرارت مواد ما شما خوبتر و بهتر چی میشه؟ حل میشه. که این تجربه خود بر ما شما ایره به اثبات رسان. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروز ما شما. درس خدا بازم یه دفعه یک جمعه بندی نکردیم، خلاصه میکردیم. شاگرد عزیز متوجه باشین درس ما شما، موضوع درس ما تأثیر حرارت بالای سرعت تعاملات کیمیایی بود که تجربه ما ایره به اثبات رساندیم که حرارت سرعت تعاملات چی میسازه؟ بیشتر میسازه. صفحه 30 کتاب درس 19 و هدف ما اینی بود که شاگردان عزیز ما سرعت تعاملات کیمیایی رو بفهمه و این رو درک بکنن که با ازیاد درجه حرارت قابلیت انحلال مواد چی میشه؟ بیشتر میشه. و بهترین مثالش شاگردان عزیز متوسط تجربه ما شما کار کردیم که در خود از این تجربه مواد مورد ضرورت ما شما را گفتیم کدام مواد بود که ایجا ما کارام کردیم. بیکر بود، یعنی بیکر ما شما دو بیکر داشتیم، آب سرد و آب گرم بود، منبع حرارت بود این گاز و گوگرد بود. شاگرد عزیز که با استفاده از این ما شما منبع حرارت روشن کردیم، بوره بود که در خود محلل حلش ساختیم، جالی ناسوس که این بالای منبع حرارت قرار داره و میلی شوردهنده بود که ما شما یک جای امرو از چی کردیم تجربه را انجام دادیم، یعنی محلل خود چی کردیم بوره در خود محلل خود حل ساختیم. شاگرد عزیز این بود درس امروز ما شما و بر روز بعدی که خیر خدا کنه که درس از درس امروز شما چیز آموخته باشین، چیزی یاد گرفته باشین و به با دخته های شما چیز اضافه شده باشه. شاگرد عزیز امیدوار هستم به دقت کامل درس گوش کرده باشین و کار خانگی ما شما شاگرد عزیز به ارتباط اینمی تاثیر حرارت بالای مواد شما چی میکنین؟ در خانه ما خیلی تجربه ساده را فرمت حال مایی را انجام دادن. شما در خانه بعضی از بعضی مواد دیگه استفاده میکنید. حل شدن مواد میبینید آب گرم او را حل میکنید، با آب سرد حل میکنید، یا فرمت حال او آب سرد مندازید، اول میبینید حل نمیشه، بعد او را بالای منبع حرارت میمانید، شورش میتید که چی قسم آیا حل میشه نمیشه. پس اینمی تاثیر حرارت بالای تا در حل شدن تا مواد شما هم در خانه خود تجربه تن چی میکنید شاگرد عزیز؟ ایره کار میکنید و کتابچه‌تون منظم شه، بدکای عزیز تکمیل میشه، کتابچه کارهای خانگیتون تکمیل میشه. به خاطر از این بازم براتون تاکید میکنم که اینمی کتابچه کارهای خانگی رو که بر شما داده میشه انجام میتین، نوشته میکنین پاک و منظم، یک سند از بر خود مکتبتون. به خاطر از اینکه زمان به خیر مکتب برین، یک کتابچه شما از طرف اداره مکتب کنترل میشه، چک میشه، میبینه که شما تا چی اندازه درس ها رو تعقیب کردین، درس هایتون رو خواندین، کارهای خانگیتون رو انجام دادین. پس از اون حساب بر شما چی میشه؟ نمره داده میشه. شاگردای عزیز امیدوار هستم که درس امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شاگردای عزیز تا روز بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم، شما رو به خداوند بی‌نیاز میسپارم. همه شما شاد و موفق باشین تا روز بعدی. خداوند نگهدارتان.